روی موج، رادیوی ادوینتیستی در آسیو. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نور معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای امید با نوای دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالمی ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص‌های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. کالوری ها فاجعه انرژی را چطور باید تغییر داد؟ ما اکثری وقت از محصولات های سالم و سرغذا ماهرانه فاجعه های حقیقی آماده می کنیم که غنی از کالوری ها هستند. این نهایت آسان است. این مکرانی است. ما حتی پی نمی بریم که او چی قسم آماده شده است. طوری مثال سیب را می گیریم. سیب در ترکیب خود ویتامین ها، میکرو الیمنت ها، کلیچیتکا و همش از 75 تا 100 کالوری دارد. اگر ما سیب را در شکل طبیعی آن می خوردیم برای ما مشکل پیدا نمی شد. ولی ما از آن مرباش را بیشتر استفاده نموده و به آن شکر زیاد علاوه کرده و دارچین نیز که به این سبب کالوری آن دو برابر می شود. یا شربتش را گرفته و کلچتکش را می اندازیم و کالوری را غلیظ می کنیم. و یک مثال دیگر، پیراک ها که آن را هم در آمریکا و هم در روسیه و نیز دیگر کشورها خوش دارند، در آمریکا پیراک ها از سیب چون پرچم، مادر و بیسبال افتخار ملت است.
ولی آن چون خوراکه بسیار خطر دارد. در یک توته خورد 600 کالوری جا دارد. تصور میکنم به جای این وی چقدر سیب خوردن ممکن است. گپ در همین است، برای جذب نمودن همین قدر کالوری خوردن 6 تا سیب به شما راست می آید. ولی شما خوب می دانید که این قدر سیب خوردن نمی توانید. شما 2 یا 3 دانه سیب را خورده سیر می شوید. یا کچالو را می گیریم. کچالوی ساده بهترین محصول است. کچالو چقدر با کیفیت است؟ این برای شما مثال. چند سال پیش یک عالم تجربه گذراند. او تمام سال کچالو خورد. او کاملا صحتمند و قوی ماند. ولی ببینید که ما امروز کچالو را چی طور استفاده می کنیم. کچالوی بزرگ که وزنش 230 گرام تخمینا 140 کالوری دارد. ولی کی کچالو را تنها می خورد؟ همیشه ما کوشش می کنیم که آن را بامزه تر نماییم. کچالوی پر روغن 420 کالوری، کاتلت کچالوی 520 کالوری، چیپسی بسیار قاق 1200 کالوری. و این فقط نوگی اسبرگ است. با خورش های از سبزیجات تر و تازه آماده شده، روغن زیادی رستنی و ماینیز علاوه می کنند. قسم زیادی میوه ها را شربت آماده می کنند. در پیراگ ها استفاده می برند یا در شیره با مقدار زیادی قند کنسرو می کنند. اگر ما از سبزیجات تر و تازه چیزی آماده کرده استفاده کنیم، پس به آن حتما روغن یا سس اضافه نموده کالوری را 2-3 مرتبه زیاد می کنیم. این وضعیت را چی طور می توان حل کرد؟ از استعمال محصولات های طبیعی با اصول عادی آماده شده آغاز نمایید. با این گروه غلجات، شوله ها، برنج ها، مکرانی، اینچنین نان از آرد درشت داخل می شوند. همه نمودی سبزیجات تر و تازه توصیه داده می شود. بهترین محصولات کچالو، سبزی ها، اینچنین حبوبات لوبیا ها، نخود و نسک می باشند. میوه ها را فراموش نکنید. وقتی که امکانیت است، میوه های تر و تازه را در نمودی طبیعی آنها بدون علاوه نمودن قند ها استفاده نمایید. مثلا خوردن مالته. نظر به نوشیدن یک گلاس شربت بسیار مفید است. مالته خونی یعنی افلیسون ماده های فایده دار و کلیچیتکه زیادتر دارد. شما خود را سیر حس میکنید، کالوری کم میگیرید. محصولات ها در شکل طبیعی خود کلیچیتکه زیاد و کالوری کم دارند. منبع های کالوری را به طور همیشه یا هیچ که نباشد به مدت طولانی یک طرف بگذارید. به جای این شما می توانید بیشتر غذا خورده سیری را حس کنید و در برابر این وزن خود را کم می کنید. حل مسئله نهایت آسان است. در آخر کار طعم ها به انسان از زمان تولد داده می شود، آنها با مرور زمان پیدا می شوند. آنها را تغییر دادن ممکن است. همه گپ در همین است که عادتهای خوبی مورد علاقه‌تان را با صبر زیاد باز و باز تکرار کنید. ادامه موضوع را در برنامه آینده خواهیم شنید.
ثروت واقعی سلامتی است، نه قطعه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه‌های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. بخش دوم، اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. اسرار سعادتمندی اویلا، معیارهای اخلاقی. اخلاق دین را نه، دین اخلاق را به وجود آورده است. زنی که در حضور خود امکان می‌دهد سخنان بیرون از آداب گفته شوند و طرز رفتار کنند که خدا آن را نمی‌خواهد، این گونه زن رفتار ناشایسته می‌کند، در بابت شرف زنانه خود غمخوری نمی‌نماید. صداقت. پدر و شوهر باید صداقت خود را به عهد نکاح نگاه دارد. او وظیفه دار است احتیاطکارانه رفتار کند تا که به دختران جوان و زنان بی شوهر بهانه لطف و تملق نگردد که به امر عالی فرموده خداوند جوابگو مخالف باشند. ما بسیار تقدیرهای تلخ را می‌بینیم که دیوارهای محافظت کننده این گونه آیله‌ها شکسته است، حالان که باید در پاکی و مقدسیت نگاه داشته می شدند. هنگامی که زن در باره مشکلات اویلویش یا در باره شوهرش به مرد دیگر شکایت می کند، در این حالت او به شوهر خود خیانت کرده است. دیوارهای مستحکمی بینای اویله را شکسته است. شما باید اندیشهتان را اداره کنید. اجرای آن آسان نیست. این عمل را شما به جهد قطعی و کوشش های درآور انجام داده نمی توانید. ولی به هر حال این قرض برگردن همه هست. اگر شما با خیالات خشک در غفلت مونده با اندیشهتون فکرای ناشایسته را راه دهید، پس در نزد خداوند همچون در عمل تطبیق کننده عملهای فاسد گناهگارید. تنها موجودیت شرایط مساعد می تواند پیش راه عمل غیر شریعت را بگیرد. طلاق. در شعور جوانان عقد نکاح یک مفهوم خیالی دارد و آن را از سر بیرون کردن بسیار مشکل است، زیرا آن در خیرات احساسی مسئولیتی بزرگ را وابسته به عهد عقد تجسم می نماید. این عهد تقدیر دو نفر را می پیوندد که غیر از مرگ آن را چیزی دیگر جدا کردن نمی تواند. قرار را در باره عقد عمیق اندیشیدن در کار است، زیرا آن تقدیر من بعده انسان را معین می کند. مردان و زنان باید جدی محاکمه کنند که آیا آنها نوابسته از ناکامی های تقدیر به یکدیگر صادق مونده می توانند یا نه؟ عیسی مسیح و طلاق. در زمان عیسی مسیح شوهر با سنگدلی و بهانه ناچیزی از زنش جدا شده می توانست، یا اگر او می خواست کودکانش را گرفته زن را می راند. این شرمندگی سخت بود. اکثرا زن رانده شده عذاب می کشید. این عادت سبب بدبختی ها و گناه های زیاد می گردید. عیسی خداوند در موعظه هایش اعلان کرد که کنده شدن عقد تنها به سبب خیانت بر عهد نکاح بوده می تواند. هر کی از زن خود غیر از زنا جدا شود باعث زناکاری وی می گردد، و هر کی زن طلاق شده را گیرد زنا کرده باشد. عیسی مسیح به دنیای ما برای آن آمد که خطاها را اصلاح کند، در نهاد انسان زندگی معنوی الهی را برقرار نماید. انسان ها در معین کردن معیار قانونی که حکم خداوندی را بیکار میکرده باشد و خواهشات خود را جای میداده باشد آزاد نیستند. خداوند تنها یک سببی از شوهر جدا شدن زن را نشان داده است، این زناکاری میباشد. زن میتواند موافق قانون کشوری که از شوهرش جدا شود
ولی از روی قانون الهی شوهردار بماند. گرچند که قانون کشور جدا شوی را اجازت می دهد، ولی همسران از روی کتاب مقدس و قانون خدا زن و شوهر باقی می مانند. زن و شوهر باید احترام خود را مستحکم کنند و با یک دیگر مهر بندند. آنها به سخنان و کردارشان دقت دهند تا که سبب رنج و ملامت یک دیگر نشوند. هر یکی از همسران برای غمخوری دیگر وظیفه دار است تا که مهر یک دیگر را قوت بخشند. با محبت و خیرخواهی وظیفه همسری را به جای آورید. هر دویتان اندیشه کنید چگونه می توانید یک تن باشید. نرمی و مهربانی به طور کلی حیات شما را تغییر می دهند. درک همسری. اندیشه‌تان را درباره گفته‌های زیرین بیان کنید و آنها را با همسرتان محاکمه نمایید. کوشش کنید صمیمی باشید. یکم، همسری، این عید محبت است. راضی هستم، راضی نیستم. دویم، زن می تواند همسری را برای منفیت استفاده کند. راضی هستم یا راضی نیستم. سیوم، مرد برای همسر شدن منفیت پیشنهاد می کند. راضی هستم، راضی نیستم. چهارم، وقتی که دوستی دو مرد زندار خیلی نزدیک می شوند، این خفناک است. راضی هستم، راضی نیستم. پنجم، حیات همسری زن و شوهر باید در سطر باشد و برای دیگران پوشیده ماند. راضی هستم، راضی نیستم. ششم، زن در مناسبت های همسری نباید تشبث نشان دهد. راضی هستم، راضی نیستم. هفتم، زنان از نگاه احساس قوی و سرد مجازی آسیب نمی بینند. راضی هستم، راضی نیستم. هشتم، مرد می تواند در زن حسی باوری را به خود قوی گرداند. راضی هستم، راضی نیستم. نهم، اگر در همسری مشکلات رخ دهد باید متخصص یاری رساند. راضی هستم، راضی نیستم. دهم، مناسبت های همسری این قانع‌گردانی خودبینانه یکی از همسران نیست، قناعت هر دو می باشد. راضی هستم، راضی نیستم. یازدهم، خداوند خیرخواهی نکنجامی همسری در آیله می باشد. راضی هستم، راضی نیستم. و در انجام این برنامه به شما بردباری و تنصیحتی و برای درست پیش بردن حیات آیلوی رو تمنا دارم. ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بنیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم می شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. وحی آرزوها، موضوع ملاقات ما. وحی دروغی بزرگ را در طول تاریخ بشری فاش می کند.
و آنگاه سوالی به میان می آید که اگر خدا شنبه را تغییر نداده باشند، اگر عیسی نیست چنین کرده باشد، اگر شاگردانش نیست تغییر داده نمی توانستند، پس در آن صورت که این کار را کرده است؟ در کتاب وحی باب 13 ما درباره حیوانی می خوانیم که از بحر می براید. در این می خوانیم لیکن توجه کنید. در کتاب وحی در مورد تمغه حیوان وحشی و رقم این حیوان وحشی چگونه تصویر یافته است؟ وحی باب 13 آیه 1 و 2. و بر ریگ بحر استاده حیوان وحشی را دیدیم که از بحر بیرون می آید و 7 کله و 10 شاخ دارد و بر شاخهایش 10 افسر و بر کله هایش نام های کفر. در کتاب مقدس حیوان وحشی می تواند حکمران سیاسی یا دینی باشد یا که حاکمیت. این حاکمیت از بحر بیرون آمده کفر می گوید. او به حقوق و وکالت هایی تلاش دارد که فقط خداوند صاحب بوده می تواند. حیوان وحشی که من دیدم مانند پلنگ بود. پاهایش پاهای خرس. این حیوان ها را به خاطر بسپارید. بعد چند مدت ما آنها را دوباره خواهیم دید. پلنگ و خرس. و دهانش مثل دهان شیر و اژدها قوت خود و تخت خود و قدرت بزرگ به او داده بود. این اژدها کیست؟ شیطان. شیطان به این حاکمیت ابر و اعتبار بزرگ می دهد. بنابراین تمام دنیا او را پیروی خواهند کرد. که حاکمیت به جای شریعت خدا قانونهای خود را جاری می کند و شنبه حمله اساسی هدف او قرار می گیرد. برای فهمیدن آن که این حیوان وحشی کیست، ما به باب 7 که کتاب دانیال است مراجعه می نماییم. در اینجا ما همان رمزهایی را می بینیم چنان که در باب 13 کتاب وحی دیدیم. شیر، خرس، پلنگ و اژدهای وحشی. باب 7 کتاب دانیال کلیدی می باشد برای حل معمای باب 13 کتاب وحی و در فهمش موضوع تمغه‌ای حیوان وحشی و رقم 666. از آیت 2 باب 7 کتاب دانیال آغاز نموده ما می خوانیم. دانیال باب 7 آیه 2 و 3. دانیال آغاز کرد به سخن گفتن. فرمود: شب در خواب دیدم و اینک 4 بادی آسمان بر بحر بزرگ حمله نمودند و 4 حیوانی بزرگ که از همدیگر فرق داشتند از بحر بیرون آمدند. از بحر 4 حیوان بیرون می آید. آنها از همدیگر فرق دارند. به این کلید تفسیری نبوت بیبلیوی توجه نمایید. دانیال باب 7 آیه 17. این حیوان‌های بزرگ که 4 تا هستند چنین معنی می‌دهند که 4 پادشاه اند که از زمین خواهند برخاست. دانیال باب 7 آیه 23. در این خصوص چنین می‌گوید: حیوان 4 سلطنت 4 بر زمین خواهد بود. و اینک دانیال 4 حیوان را می‌بیند که رمزی 4 حاکمیت به شمار می‌رود. این 4 حاکمیت که بر دنیا سلطنت می کند و از زمانهای دانیال آغاز می گردد، ما را به پیش به زمانهای دور و دراز می برد. اگر شما از قبل با ما می بودید، به خاطر بیاورید که ما 4 حاکمیت را در باب 2 کتاب دانیال دیده بودیم. این متلها در رمزی هیکل معنای رمزی بابل، ماده فارس، یوحنا، روم و اروپا تقسیم شده می باشد. رویا درباره حیوان‌های معلومات بیشتر را به رویای باب 2 دانیال اضافه می کند. این رویا معلومات بیشتر را در مورد حاکمیت که بعد از تقسیم شدن اروپا به میان می آید و کوشش تغییر دادن شریعت خداوند را می کند آشکار می نماید. بیایید بررسی نماییم که کتاب مقدس واقعه هایی را که قرار است اتفاق بیفتد را چه طور پیشگویی می کند. و ما اینک دیده می توانیم
که تاریخ تصدیق می نماید که در اصل چه واقعه ها به عمل می آمدند. و اینک حیوان یکم دانیال باب 7 آیه 4. اولین آنها مثل شیر بود ولی بالهای عقاب را داشت و دیدم که بالهای آن کنده شد و آن از زمین برداشته شد و مثل آدمی زاد بر پاهایش استاد شد و دلی آدمی به آن داده شد. حیوان اول مثل شیر با بالهای عقابی. وقتی که در عراق در نزدیکی بابل قدیم باستانشناسان تحقیق می کردند، در دیوارها تصویر شده را شیر را با بالهای عقاب دریافت کردند. در دنیای قدیم انسان ها می دانستند که بابل از طریق رمز به نمادی شیر پیشنهاد شده است. بعدن دوباره یک حاکمیت دنیوی به میان می آید. بابل تا ابد حکمرانی نخواهد کرد. دانیال باب 7 آیه 5. و اینک حیوان دوم که مثل خرس بود و به یک طرف خمیده راه می گشت و در دهان آن در وسط دندانهایش سه دندان اشکی بود و با آن چنین گفتند برخیز و بسیار گوشت بخور. اکنون توجه کنید که حاکمیت دوم به خرس شباهت دارد که به یک طرفه می ایستاد. حاکمیت متحد شدگان ماد فارس بابل را سرنگون کرد. خرس، ماد و فارس که یک طرفه خمیده می ایستاد رمزی فارسیانی می باشد که حکمرانی بابل را برهم زد و بعد بالاتر از میدیان شد. در دهان خرس چی بود؟ سه دندان اشکی یا قیره. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می سپاریم.